نظریه پردازی در زمینه تحول و تکامل اجتماعی ایران در 30 سال گذشته رونق زیادی داشته است و هیچ کس به اندازه مهمان من در این زمینه فعال نبوده. انتشار ده‌ها کتاب و تحقیق و مقاله و سخنرانی در گوشه‌های کنار جهان در کنار تدریس در دانشگاه‌های معتبر دنیا که همچنان ادامه داره. او معتقده که روند تجدد طلبی ایران نه 100 سال پیش بلکه 1000 سال پیش آغاز شده. عباس میلانی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای میلانی، شما میگید که تجدد به اون شکل اون چیزی که در غرب ما میشناسیم در قرن 4 هجری در واقع نزول گرفته یا لااقل زمینش وجود داشته در ایران، استنادتون به چیه؟ استناد من به متونی است که در اون زمان میشه بهش مراجعه کرد، متونی مثل تاریخ بیهقی، مثل نظامی، مثل سعدی، مثل سیاستنامه و در بسیاری از زمینه‌ها اونچه که ما ارکان نظری تجدد اونها رو میدونیم برخلاف ادعای دو گروه، یعنی کسانی که مخالفین تجدد بودن و میخواستن تجدد رو قلبی جلوه بدن و فکولی هایی که در واقع نوکرهای بیجیر مواجب غرب بودن و هر آنچه که خوب بود رو از غرب برخواسته میدونستن، برخلاف نظر این دو گروه ما میبینیم خیلی از این نظریاتی که ما غربی تلقی میکنیم در این متون تاریخی خود ما در اون دو قرن هست، یعنی ریشه ها و نطفه های یک نوع تفکری که امروز ما بهش تفکر متجددانه میگیم اونجا وجود داره. خب شما مثلا بیهقی، در مورد بیهقی یا اینکه شما اسناد در این حال میکنین به رازی و ابن سینا، اینا چی میگن که نشان دهنده یک نوع گرایش به تجدده؟ یکی از ارکان تجدد در زمینه تاریخ باور به این نظر هست که تاریخ قانونمنده، میشه تاریخ رو مطالعه کرد. باور به این قضیه هست که تاریخ رو باید از منظر مستقلی بررسی کرد. ما بی‌طرفی مورخ رو، ما تجربه گرایی یا پوزیتیویسم رو، ما این باور رو که مورخ باید امیال خودش رو ملاک قرار نده، ما این باور رو که مورخ باید بر اساس منابع اولیه کار بکنه، مصاحبه بکنه، در مصاحبه مداقه بکنه، سبک سنگین بکنه، اینها رو گمان میکنیم پدیده هایی است که از تاریخ نویسی مدرن غرب گرفتیم. تمام اینها در بحقی هست و یک رساله‌ای در تاریخ نگاری و در فلسفه تاریخ نمشته که به گمان من از اون چه که آغاز فلسفه تاریخ در غرب شناخته میشه، یعنی نوشته ویکو، حدود 300 سال جلوتره. به دقت توضیح میده که تاریخش رو از منظر بی‌طرفی داره می‌نویسه، به دقت توضیح میده که اگر من چیزی رو خودم به عینه ندیدم یا باید روایت مکتوبی میدیدم و اون هم در صحت و سقم اون روایت مطالعه میکردم، بعد در این کتاب اونها رو آوردم. ولی شما آقای میلانی، ممکنه این صحبتهای شما به اصطلاح اون حس ناسیونالیسم ایرانی رو خیلی ارضا بکنه، ولی در واقع شما چند نفر روشنفکری که به وضوح از زمانه خودشون جلوتر بودن رو مثال می‌ذارین برای اینکه یک تجدد طلبی که شما خودتون تعریفی که از به اصطلاح زمینه تجدد طلبی می‌کنین یه خود مغایره. شما میگین که اون چه امکان تجدد را به وجود می‌آورد بافت جامعه است، استعداد درونی جامعه و قدرت بالقوه فکری، اقتصادی و معنوی جامعه است، درک مسئولیت سیاسی، درک حق شهروندی و مانند اون هاست. این که در اون جامعه وجود نداشت، یه عده روشنفکر بودن که یه طور دیگه ای فکر میکردن. اولا اینطور نیست که یه عده روشنفکر بودن که طور دیگه فکر میکردن. ما روشنفکری معمولا نداریم که از افق زمان خودش به طور خیلی استثنایی ورا بتونه بده. روشنفکران مثل بقیه فرزندان زمان خودشون هستن. اگر ما در این قرون، قرنهایی که عرض میکنم، با نطفه های تجدد وجود روبرو هستیم و من هرگز بیش از این نگفتم، نطفه های تجدد وجود برخورد میکنیم، میبینیم در زمینه علم هم دقیقا همینطوره. ابن سینا هست، در زمینه ریاضی هم همینطوره، خوارزمی هست، در زمینه فیزیک و کیهانشناسی هم همینطوره. مراغه، رصدخانه مراغه در زمان خودش بهترین رصدخانه دنیا بوده،
از اطراف و اکناف دنیا به ایران می آمدند برای اینکه در این رصدخانه مطالعه بکنند. اینها نطفه های تجدد بودند. کتاب ابن سینا در پزشکی، کتاب ابن سینا در توضیح روش علمی، واقعا شگفت انگیز اینها از لحاظ نوآوریشون. هدف من از این کار، میدونم که ممکنه آب به آسیا به یک ناسیونالیسم کاذب بریزه، ناسیونالیسم مثلا مقدم هایی که در قرن 20 میگفتن هر آنچه خوبه از ایران در اومده. نه، اینطور نیست. خیلی چیزای بدم از ایران در اومده. در همون دورانم خیلی حرفای شنیعی ایرانی ها زدن، در همون دورانی که غزالی فلسفه رو من میکنه، ولی این نطفه ها به گمان من در اون جامعه وجود داشت. دلیلی که من فکر میکنم سراغ کردن این نطفه ها مهمه، هم خودشناسی تاریخی است و هم یه بحث سیاسی مهمتره، و اون جدا کردن مسئله تجدد از غرب. یعنی معاندین تجدد در 100 سال اخیر این باور رو رایج کردن که هر کی تجدد میخواد نوکر غربه، تجدد وسیله استعماره. درسته جنبه هایی از تجدد مورد سوء استفاده استعمار قرار گرفت، ولی تجدد نه مال غربه، نه الزاماً وسیله استعماره. و اگر ما بتونیم این دو رو از هم جدا بکنیم، یک شکست نظری وارد کردیم. ولی اگر شما در واقع با این استدلال شما ایران بایستی در زمینه تجدد پیش رو باشه نه غرب، حالا سوال اینجاست که اگر این زمینه ها و این نطفه ها وجود داشت و تا حدودی میبالید، اولا این قضیه واقعا مورد محتاج مطالعه خیلی بیشتر هست، و حرفی که شما میزنید اتفاقا بسیاری از مورخین زدن که اگر ما قرن 12 رو ملاک بگیریم، برنارد لوئیس که طرفدار ایران هم که نیست، برنارد لوئیس میگه اگه ما قرن 12 یا 13 در نظر بگیریم، اگر قرار تجددی اتفاق بیفته، حدس ما باید این باشه که این تجدد در این سو قرار اتفاق میفته، ولی اتفاق نیفتاد. چرا؟ به نظر من رواج چند جریان، مهمتر از همه حمله مغول بود. حمله مغول بسیاری از این مراکز شهری رو، بسیاری از این جاهایی که واقعا کانون تفکر بودن از بین برد، ری، نیشابور، مراغه. دوم رواج تصوف بود. تصوف هم عقل نقاد این جهانی رو تضعیف کرد. و سوم رواج بنیادگرایی اسلامی بود، بنیادگرایی که در نظرات کسانی چون غزالی ریشه می گرفت و می گفتن که انسان جامعه مسلمان فقط به شریعت و به قرآن نیازمنده و خرد، خرد علمی آغاز الحاده. همین حرفی که امروز هم اتفاقا زده میشه. بسیار خوب، ما امروز هم برمیگردیم. آقای میرانی، شما میگین که یافتن ذهن و زبان ایرانی برخواسته از تجربه تاریخی ایران شرط نخست تجدد فکری و شناخت واقعی تجدد. چطور؟ گمان من این است که یک دلیلی که تجدد نسل اول متجددین با شکست روبرو شد این بود که اینها در همه زمینه ها فکر میکردن که تجدد یعنی تقلید از غرب. تازه از مثلا حدود دهه 40-50 مسیحی هست که ما کسانی رو پیدا میکنیم در عرصه های مختلف، از ابراهیم گلستان بگیرید تا در عرصه نقاشی و معماری، عزیز فرمان فرمایان، سبک سقاخونه. اینها به این نتیجه میرسن که تجدد ایرانی تقلید از غرب نیست. تجدد ایرانی قوریست در سنت ایران، برکشیدن اون چیزایی که از این سنت قابل استفاده است، دفع اون چیزایی که قابل استفاده نیست، و ترکیبش با چیزهای بین المللی که میشه وجود داشت. یعنی ایرانی جهانی بودن، سبک معماری مقدم مقتدر، سبک معماری فرمان فرمایان در دوره آخر کارهاش در ایران، نقاشی هایی که مثلا در سبک سقاخونه میشه، پرویز کلانتری، اینها هم مدرن هستن هم به طور غیر قابل اشتباهی ایرانی هستن. ولی نسل قبل نقاشا
کارهای مدرنشون قابل تفکیک نیست. این در واقع اینه که مثال زدین در زمینه یافتن اون ذهن و زبان ایرانی تلاش کرده، چقدر موفق بودیم؟ من فکر میکنم آغاز کاره و فکر میکنم در این زمینه خیلی موفق بودیم. من فکر میکنم همین نسل در عرصه موسیقی کارهای بسیار بکری کردن، موسیقی رو سعی کردن عوض کنن، در عرصه معماری عوض کردن، اصلا نگاه معماری رو عوض کردن، در عرصه نقد ادبی آمدن و گفتن که با ابراهیم گلستان در واقع شروع میشه، بعد گلشیری ادامه پیدا میده این کار رو، که ما اگر میخواییم رمان نویس خوب بشیم فقط نباید پروست رو بخونیم، باید تاریخ بیهقی رو هم بخونیم. از دل قرآن هم میشه بافت قصه نویسی بکری پیدا کرد، فقط از پروست و فلوبر نیست که قصه نویسی یاد میگه. تو عرصه نقد، تو عرصه نقاشی، توی عرصه معماری، اون چه که به نظر من مشکل آفرید وقتی بود که ما همین تلاش رو کردیم در عرصه سیاسی. در عرصه سیاسی وقتی که خواستیم یک تجدد نیمبند شاه رو، خب نپذیرفت جامعه، برای اینکه شاه مهمترین رکن تجدد یعنی دموکراسی رو بر نمیتابید، میخواست نصف تجدد رو بخره بیاره، واقعا هم میخواد بخره، ولی در تجدد نه خریدنیست، نه تحمیل کردنیست و نه تقسیم کردنیست. وقتی بیاد کل نظام رو تغییر میده و به همین خاطر ما وقتی در این زمینه های مختلف دیگه به درون سنت رفتیم، از از چیزهای بکری در آوردیم، چون سنت اون چیزهای بکری داشت که بوم بده. در زمینه سیاسی استبداد سیاه در سنت اون بیشتر نبود، برخی نظریه پردازانی بودن که حرفای غیر استبدادی زدن، ولی حاصل همون شد که دیدیم به یک نوع سنتی رجعت کردیم. ولی با این حال شما پروسه تجدد یک روند هزار ساله میدونید و تو این هزار ساله اگر مقطعتون همون زمان ابن سینا و رازی و بیهقی باشه، اینطوره همون مقطع رو در نظر دارید وقتی صحبت از هزار ساله، روند هزار ساله میکنید؟ مرادم از این روند هزار ساله دقیقا این است که این نطفه ها در اون زمان در ایران پیدا شد. درسته. در زمینه‌های مختلف هم پیدا شد. یعنی منظور من اینه که مبدأتون همون زمانه. خیلی خوب، اگه مبدأتون همون زمان باشه، الان کجای این مقطع، این روند هزار ساله هست ایران؟ من فکر می‌کنم امروز ایران در آماده ترین لحظه تاریخش هست برای تجدد، به این معنا که به گمان من برای اولین بار هم شرایط فکری هم شرایط اجتماعی برای تجدد آماده است. وقتی که مشروطه به ایران آمد، که بدون شک تلاشی در جهت تجدد خواهی بود، فکر مشروطه آمد، ولی بسیاری از چفت و بستای اجتماعی که برای مشروطه لازم هست، یعنی جامعه مدنی، وجود نداشت در ایران. بسیاری از روشنفکران ما مفاهیم تجدد سیاسی رو نیمبند می‌فهمیدن، از عرفی‌گرایی صحبت می‌کردن، ولی برای اقلیت‌های مذهبی مثلا حقی قائل نبودن، حاضر نشدن تساوی بین زرتشتی و مسیحی و بهائی و یهودی و مسلمان در قانون اساسی قائل بشن. امروز هم اون تفکر غنی‌تر شده، هم جامعه مدنی بیشتر شده، هم جامعه شهرنشینی ایران وسیع‌تر شده، هم این اصل تساهلی که دوباره رکن دیگر تجدد هست رواج پیدا کرده و ما به یک پدیده واقعا شگفت‌انگیز تاریخی برخوردیم. خب حالا در وقت انقلاب مشروطیت طبیعتا یک انقلاب تجدد خواهی بود به علت ماهیت خودش، ولی بسیاری معتقدند که انقلاب اسلامی در سال 1357 یک عقبگردی بود، در واقع این روند این تجدد خواهی رو به نوعی متوقف کرد، لااقل کند کرد. نظر شما چیه در زمینه؟ من فکر میکنم آیت الله خمینی شاید مهمترین تجدد ستیز تاریخ معاصر ایران هست، یعنی رسما با تجدد مخالفت کرد، در نوشته هاش ابایی نداره از این که بگه ما تجدد غربی نمیخوایم، ما دموکراسی نمیخوایم، دموکراسی در قیاس با حکومت شهر کاملا درجه دوم هست.
ولی وقتی که انقلاب ایران داشت شروع میشد در 78 آیت الله خمینی در مورد این نظراتش صحبت نکرد، از 1978 در مورد این نظرات صحبت نکرد، در مورد دموکراسی صحبت کرد. یعنی یک چهره ای از نظرات خودش داد که با بافت واقعی نظرات خودش سازگاری نداشت. انقلاب 1979 به نظر من انقلاب دموکراتیک بود، ولی حاصلش یک نظام بقایت غیر دموکراتیک شد، یعنی نظام ولایت فقیه که اصل اساسی تجدد خواهی رو که رأی مردمه نمیپذیره. فقط این نیست که این دفعه در انتخابات رأی مردم